جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است که امروز عازم ژاپن شود. هدف از این سفر شرکت در نشست سران هفت کشور بزرگ اقتصادی یا G7 است. انتظار می رود که به دنبال این نشست رئیس جمهور بایدن برای شرکت در نشست کواد که شامل استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده است، عازم استرالیا گردد. ولی به دلیل اختلافات روی بودجه در واشنگتن، بایدن سفر خود را به استرالیا به تعویق افکنده است. شرح بیشتر این موضوعات را از همکارم سعید عزیز و رحمان شیم که از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، ابتدا از نشست سران G7 یا هفت اقتصاد برتر جهان آغاز میکنیم. روی کدام موارد این نشست متمرکز است؟ خب، موضوعات متعدد در اجندا شامل است، ولی مهمترین و اولین موضوع جنگ اوکراین است و این موضوع در حال به بحث گرفته میشه که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چند روز قبل به برخی از این کشورهای شامل در گروه هفت یا G7 سفر داشت و در جریان از این سفرها برخی از این کشورها مثل آلمان وعده همکاری و همکاری مالی و نظامی را نیز با اوکراین کرد. موضوع دوم در اجندا پرخاشگری های چین در منطقه می باشه. بسیاری از کشورهای جهان غرب به این باور هستند که ممکن چین در برابر تایوان از زور استفاده کنه تا تایوان را تحت کنترل خود قرار بدهد. و موضوع مهم و سوم در صدر اجندا موضوع اقتصادی و تورم مالی در جهان است که البته قبل از برگزاری نشست سران هفت اقتصاد بزرگ جهان، وزرای مالی این هفت کشور نیز با هم جلسات در این خصوص داشتند. البته نشست سران هفت اقتصاد بزرگ جهان روز جمعه آغاز خواهد شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و در این نشست علاوه بر سران این هفت کشور، سران یا مسئولین برخی از کشورهای دیگه جهان مثل نریندرا مودی صدر اعظم هند نیز دعوت شده است و همچنان این نشست در شهر تاریخی یوریشیمای ژاپن برگزار میشه. ولی امروز در این شهر تعداد از باشندگان یوریشیما یک اعتراض ضدی از این نشست را راهپیمایی کردند و در شعارهایی که میدادند این نشست را یک نشست امپریالیستی خواندند و میگفتند که خواستار یک جنگ اتمی یا جنگ بر سر موضوع چین نیستند. بله، خب، در داخل واشنگتن اختلاف ها بر سر بودجه در واشنگتن جریان داره که تا حدی است که مانع سفر آقای بایدن به استرالیا و یا تعویق سفر شد. این بحث ها بین کنگره و قصر سفید به کجا کشانیده؟ خب، به خاطر وضاحت برای بیننده ها فقط میخوایم آنقدر بگویم که دلیل اصلی اختلاف این است که حکومت میخواهد که به خاطر پرداخت مصارف خود میزان یا سقف قرضه را بلند ببره و از کانگرس میخواهد تا این کار را برش تصویب کنه. لیکن کانگرس، مجلس نمایندگان کانگرس که تحت کنترل جمهوری خواهان یا حزب مخالف است، با این کار مخالف هستند. روز گذشته در قصر سفید میان رهبران کانگرس و رئیس جمهور بایدن یکی از نشست های دیگه از این موضوع برگزار شد. با تعقیب از این نشست رئیس جمهور بایدن ابراز خوشبینی کرد، نشست دیروز را مثمر خوان، ولی گفت که کارهای زیادی باقی مانده است تا صورت بگیره و همچنان گفت که پس از این تا زمانی که روی از این موضوع یک توافق صورت میگیره، هیئت مشترک از کانگرس و از قصر سفید تعیین میشه و این هیئت بین خود تا زمان رسیدن به یک توافق هر روز دیدار ملاقات های خواهند داشت. من بخش سفرم به استرالیا و سفرم به پاپوا نیوگینی را به تعویق می اندازم تا بتوانم برای مذاکرات نهایی با رهبران کنگرس دوباره برگردم. امروز با البانیز صدر اعظم استرالیا صحبت کردم و در مورد این که چه می گذرد او را با خبر ساختم. در مجلس امروز فکر می کنم یک اجماع کلی وجود داشت که دیفالت یا عدم توانایی پرداخت مصارف یک گزینه نیست. اقتصاد ما با رکود مواجه خواهد شد. حساب های تقاعدی را از بین خواهد برد. میزان قرضه را بلند خواهد برد. بر اساس معلومات نزدیک به 8 میلیون آمریکایی کار خود را از دست خواهند داد و اعتبار جهانیشان متضرر خواهد شد. البته اگر چنین وضعیتی را اجازه دهیم.
به دنبال نشست دیروز کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس گفت که انتظار میره که تا پایان از این هفته بین قصر سفید و بین کانگرس روی از این موضوع یک توافق صورت بگیره. همچنان قرار است که تا لحظات بعد رئیس جمهور بایدن یعنی قبل از عزیمتش به ژاپن در امی مورد دیفالت یا ناکام ماندن حکومت در پرداخت مصارفش یک سخنرانی را ایراد کنه و در مورد اهمیت جلوگیری از دیفالت صحبت کنه. لینا جان ممنون و سپاس از شما، تشکر.